امروز در این ویدیو می‌خوایم به 19 مورد از عجیب‌ترین و جنجالی‌ترین قراردادهای ازدواجی که میان زوج‌های هالیوودی نوشته شده بپردازیم. همه کارشناسان و مردم به این موضوع واقفن که هالیوود قلب تپنده صنعت سینمای جهانه و هیچ نمونه مشابه دیگه‌ای در رابطه وجود نداره. به همین دلیل تمام عوامل حرفه‌ای و دست‌اندرکاران صنعت فیلمسازی تلاش می‌کنن که خودشون رو هر طور که شده به این سرزمین پرحاشیه برسونن. یکی از قشرهایی که برای رسیدن به هالیوود هر کاری می‌کنن بدون شک بازیگرانه. همواره هم حواشی زیادی پیرامون هنرپیشه‌های فعال در این عرصه وجود داره. دنیای هالیوود به قدری پرزرق و برقه که بازیگران اون رو هم درگیر خودش می‌کنه و رفتار اونها رو تغییر میده. یکی از شایع‌ترین کارها و رفتارها نامزد کردن و یا جدا شدن چهره‌های سرشناس سینمای آمریکا است. همه می‌دونن که آمار طلاق در هالیوود سر به فلک می‌کشه و بازیگران هر روز با فرد جدیدی ازدواج یا نامزد می‌کنن. یکی از کارهایی که میان افراد مشهور رواج داره امضای قراردادهای قبل ازدواج. افراد ثروتمند معمولاً در این توافق‌نامه ذکر می‌کنن که بعد از طلاق اموال هیچ یک از طرفین به دیگری نمی‌رسه و یا اینکه برای ثروت خودشون تعیین تکلیف میکنن. ما در این ویدیو و ویدیوی آینده قصد داریم به 19 مورد از جنجالی ترین قراردادهای هالیوود بپردازیم. تا پایین این دو ویدیو همراه ما باشید. اما اولین مورد از این قراردادهای عجیب غریب بین جیزی و بیونسه بسته شده. جیزی و بیونسه هر دو چهره‌های ثروتمندی بودند. بنابراین امضای توافق‌نامه میان اونها اصلاً چیز عجیبی نیست. به همین خاطر بیونسه به ازای هر فرزندی که به دنیا میاره 5 میلیون دلار دریافت میکنه. اگر هم طلاق بگیرن این خواننده برای هر سال ازدواجش 1 میلیون دلار غرامت میگیره. بن افلک و جنیفر لوپز هم زوج دوم این لیست هستند. ماجرای جالب درباره عروسی این دو سلبریتی هالیوود رخ داده. ظاهراً بن افلک به خاطر مسائل قرارداد از ازدواج با جنیفر لوپز منصرف شده. قرار بود که اگه آقای افلک به خواننده سرشناس خیانت کنه، نصف اموالش به خانم لوپز برسه. حتی برخی منابع گزارش دادن که آقای افلک با این ازدواج 5 میلیون دلار به دست خواهد آورد. اما مورد بین بریتنی اسپیرز و کوین فدرلین در نوع خودش واقعا عجیبه. بر اساس توافق‌نامه‌ای که بین بریتنی و کوین به امضا رسید، هر هدیه‌ای که بالای 7000 دلار قیمت داشت باید از نظر قانونی تعیین تکلیف می‌شد و صاحبش بعد از طلاق مشخص می‌شد. به نظر می‌رسه که بریتنی در نوشتن مفاد این قرارداد دقیق‌تر عمل کرده، چرا که در صورت طلاق اونها تنها 1 میلیون دلار عاید کوین می‌شد. اما زوج سرشناس کیتی هولمز و توم کروز، اگر رابطه اونها به طلاق منجر میشد، بازیگر زن سرشناس از توم کروز به ازای هر سال ازدواج 3 میلیون دلار دریافت میکرد. بر این اساس کیتی هولمز در پایان ازدواج 15 میلیون دلار به دست آورد و 400 هزار دلار هم برای سرپرستی فرزند خودش به جیب زد. مورد بین جسیکا بیل و جاستین تیمبرلیک هم کم عجیب و غریب نبود. قرار بر این شد که در صورت خیانت آقای تیمبرلیک، جسیکا بیل 500 هزار دلار ناقابل غرامت دریافت کنه. در جایگاه ششم میرسیم به زوج بسیار سرشناس هالیوود، براد پیت و آنجلینا جولی. در قرارداد بین این دو هنرپیشه هالیوود خبری از مبالغ سنگین و هنگفت نبود، اما نکته عجیبی در این توافقنامه به چشم میخوره. بر این اساس براد پیت هیچ گونه مسئولیت و حق حضانت در قبال فرزندانش نداشت و نمیتونست ادعایی در این زمینه داشته باشه. آقای پیت حتی برای دیدن بچه‌هاش هم درخواستی ننوشته بود. اما زوج دیگه این لیست، جورج کلونی افسانه‌ای و امل رمزی خیلی خوششانس. ثروت آقای کلونی به بیش از 220 میلیون دلار میرسه. جزئیات زیادی از توافق میان این زوج به بیرون درس نکرده، اما شنیده ها حاکی از اون هستن که همسر آقای بازیگر در صورت جدایی 20 میلیون دلار به دست خواهد آورد. جایگاه هشتم میرسه به کریستل هریس و هیف هفنر. ازدواج این زوج که 60 سال با همدیگه اختلاف سنی دارن هم در نوع خودش حسابی عجیب بود. جالبه بدونید که خانم هریس در صورت جدایی هیچ حقی نداره و حتی 1 دلار هم دریافت نمیکنه. به نظر میرسه که عشق اونها واقعی باشه. قرار ثروت آقای هفنر میان فرزندان، دانشگاه فیلم کالیفرنیای جنوبی و تعدادی مؤسسه خیریه تقسیم بشه.
جایگاه نهم هم میرسه به کارگردان سرشناس استیون اسپیلبرگ و ایمی ایروینگ. اونها قرارداد خودشون رو بر روی یک پارچه نوشتن، چرا که در اون زمان منع قانونی برای چنین کارهایی وجود داشت. بر این اساس آقای اسپیلبرگ در صورت طلاق باید نصف اموالش یعنی 100 میلیون دلار رو به ایمی تقدیم میکرد. اما کمی دورتر از حال هوایی هالیوود ببینیم بین مارک زاکربرگ و پریسیلا چان چنو قراردادی نوشته شده. خالق شبکه اجتماعی فیسبوک توافقنامه‌ای بر اساس زمان نوشت و خبری از قرارداد ازدواج میان این زوج نیست. طرفین باید یک روز و یا حداقل 100 دقیقه در هفته زمان برای خودشو داشته باشن. و در پایان لیست این ویدیو جسیکا سیمسون و تونی رومو. اونها هیچ وقت با همدیگه ازدواج نکردن و اصلی ترین دلیل اون هم همین توافقنامه مذکوره. ظاهراً در قرارداد اومده بود که اگه وزن خانم سیمسون بیشتر از 61 کیلوگرم بشه، تونی باید 500 هزار دلار غرامت دریافت کنه. این 11 مورد از موارد عجیب و غریب قراردادی بین بازیگران و هنرمندان سرشناس هالیوود و سلبریتی های دیگه بود. برای اطلاع پیدا کردن از بقیه این لیست، ویدیو بعدی ما رو حتما نگاه کنید.